بهتر است ایستاده بر پاهایمان بمیریم تا بر روی زانوانمان زندگی کنیم. گر بدین سان زیست باید هست، من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم. بر بلند کاج خشک کوچه بن‌بست تابترین شعله رزم را در باور تنومندترین قامت ایستادگی برمی افرازیم، در رایت هیهات از ذلتی که بی تردید نصیب دشمن خواهیم کرد. آن که از نشست زیستن در ذلت خستم، برای بر جای گذاشتن یادگاری جاودانه از خود بر خاک این کره خاکی باید چگونه زیست؟ برای زنده کردن ارزش‌های والای انسانی و زدودن غبار از رخ آن باید چگونه رفت؟ و باید چگونه خواند؟ راستی وقتی که ظلم و بیداد و اختناق، وقتی سیاهی و تباهی، وقتی شقاوت و پلیدی همه جای میهن رو گرفته چه باید کرد؟ بله، باید برخاست. باید قیام کرد و علیه ظلم زمانه شورید. باید نهراسید و مرعوب سیاهی و بیداد نشد، مثل خلق‌های خاورمیانه و مثل جوانان و مردم دلاور و بیباک سوریه که هر روز ده‌ها شهید رو در راه آزادی وطن فدیه میدن و همچنان ایستاده میمیرند. جوانان ایران زمین تاریخچه ای از ایستاد مردن را به جای مردن بر زانوانشان در پشت سر دارند. جوانانی که از دهه 60 راه مبارزه با رژیم پلید آخوندی را گشودند و جوانانی که این مسیر را در قیام‌های سال 88 و 89 پیمودند. محمد مختاری یکی از این دلاوران بود. جوانی غیرتمند که با خلوص نیت و با بیداری و آگاهی این جمله رو دعای خیش ساخت و از خداوند طلب کرد که خدایا ایستاد مردن را نصیبم کن که از نشست زیستن در ذلت خستم. و در آخرین برگ دفتر زندگی خیش تن به ذلت ندادن را به زیباترین شکل به تصویر کشید. محمد مختاری جوانی بود که تنها 22 بهار از زندگی رو تجربه کرده بود. جوانی عاشق آزادی از همه قید و بندها و به تنگ اومده از نشست زیستن و تن دادن به ذلت. ظلم و بیدادی که بیش از عمر 22 سالش دفتر تاریخ میهن و مردمش رو در سیاهی و به خون نشونده بود. اجیر شدگان وحشی ولایت در خیابان رودکی، 50 متر مونده به خیابان توحید، با قلبی سرد و سخت با یک کلت کمری به کتف محمد شلیک کردند. شاهدان صحنه میگن که تمامی لباسهای اون غرق در خون بود، اما اون زمان هنوز میتونست بر روی پاهای خودش حرکت کنه و سرانجام
بر اثر خونریزی در بیمارستان جان خیش رو هدیه قیام مردم ایران برای آزادی کرد. بله، به راستی که محمد اونطور که از خدا خواسته بود ایستاده مرد و از ننگ نشستن در ذلت رهایی یافت. زهی شرافت از این گونه مرگ های سرخ. والا اون روز من سر کار بودم، بعد متوجه شدم که باز درگیری‌های شده، خیلی ناراحت بودم و تو فکر محمد بودم، چون هنوز به مراجعه نکرده و شارو تو خونه بود، گفتم امکان داره رفته باشه، چون ایشونم به آدمی بودی بالاخره طرفدار بود. اینه که چندین بار زنگ زدم خونه، دیدم گفته نیستش بیرونه. خلاصه تا ساعت 4:30 خودم رو رسوندم خونه، دیدم خونم نیستش. هر چی زنگ زدیم متوجه نشدیم کجاست، بالاخره جوابی نگرفتیم. تا حدود نزدیک 5:30-6 بود که دیدم دوستش زنگ زد. زنگ زد که سر محمد یه آجر خورده تو بیمارستانه، شما اگه میتونین مراجعه کنین اونجا. ما خب نگران شدیم، خیلی همه نگران. تلفن زدیم به برادرش که از غرب تهران میشست، به اون گفتم زودتر حرکت کن. ما هم از این بر حرکت کردیم که تو راه به ترافیک و تلفنم قطع شد، تلفن های موبایلم قطع شده بود، اطلاع نداشتیم. ولی ما دیر رسیدیم. وقتی رسیدیم اونجا پسرم زودتر رسیده بود اونجا، سهیل. وقتی با منو دید دیگه دیدم اشکش در آژیرش شد و گفت که محمد از دست داد. های هر کار کردم که وارد بشم خودم ببینم، نذاشتم، چون نیرو اونجا زیاد بوده نمیذاشت. سری نیروهای انتظامی بودم و یک سری لباسهای شخصی بودم، من نمیدونم از کجا بودن، لا بسیج بودن یا جای دیگه اومده بودن. بالاخره از سوال پرسیدم چجوری شده، گفته بابا من اومدم و رفتم تو، پرسیدم این اسم محمد آوردم، آدرس دادن، گفتن تو اون چند نفره. وقتی رفتم دیدم چند نفر تیر خورده اونجا بودن، که هر کدوم حالا به بدنشون جایی خورده بود. نگاه کردم متوجه نشدم، به پرستار گفتم که کدومی، که گفت اون که سرش باند بست شد. رفتم جلو دیدم خودشه، تیر به سرش خورده، بالا خورده شده طوری که شیب پیدا کرده به پس سرش. ما نشستیم دیگه، بعدش ما رو خواستن و گفتن رضایت بدیم ما یه عمل بکنیم. رضایت دادیم، رفتیم تا ساعت 2 بعد شب اینا کشون بردنش این اتاق و اون برای این. ولی خود تو راه متوجه شدم عملی نیست، چون پای این بچه خیلی سرد شده و فکر میکنم فوت کرده بود. ولی یه مقدار این اتاق و اتاقشون کردن. بعد ساعت 2 که گفتن فعلا عمل کردیم، باید تو سیسیو بخوابه. ما هم که ما گفتیم چیکار بکنیم، گفت شما برین صبح. خلاصه در همون اطراف ما بالاخره بودیم، صبح که سرشیشین اومدیم مراجعه کردیم، گفتن که فوت کرده.